إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف القطاع وانقطع الرجاء دوباره زائر خسته زراح آمده است، برای عرض ارادت به شاه آمده است. پیاده آمده و با همان غبار تنش به درگهت به امید نگاه آمده است. با یاد و نام خدا، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما بینندگان عزیز، با برنامه راه نجات در خدمت شما هستیم. طبق معمول در خدمت کارشناس محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین سید جواد مدرسی هستیم. آقا سلام علیکم، خوش آمدید. علیکم السلام. عرض سلام دارم محضر امام غیب و شهود، امام مهدی. السلام علیک یا صاحب الزمان، السلام علیک و علی موالیک. در خدمت هست. در قانون طبیعت به ما یاد دادن که برای هر چیزی یک راه و چاره‌ای هست. مثلا هنگامی که شخصی بیمار میشه باید به پزشک مراجعه کنه و به دستورات پزشک عمل بکنه برای بهبود یافتن حالش. بعضی از دستورات پزشکی شاید مغایر با یک سری از رفتارهای دینی باشه یا مزاحمتی برای رفتارهای دینی مؤمنین داشته باشه. اسباب خوب شدن باید پیشگیری باشه، باید مداوا باشه. اگر در موقعیتی قرار بگیریم که این دو در کنار هم با هم یک تنشی ایجاد میشه، وظیفه ما چیه؟ من در دو سه دقیقه یه توضیح از علم توحید بدم. موحدین که تکلیف ماست، رجوع به غیر خدا را جائز نمیدونند. تنها گره گشا خداست، تنها در تمام مسائل ما باید به خدا رجوع کنیم. خدا گاهی شرط میذاره برامون، به من میخواید رجوع کنید بایستی اسباب رو که الان شما متذکر شدید اسباب رو رعایت کنید. شما گفتید قوانین طبیعی، من لفظ قرآن و حدیثش رو جایگزین کنم، سنن الله، سنت های الهی، یا به تعبیر حضرت سوره کهف، فاتبع سببا ذل قرنین، فاتبع سببا ذل قرنین، اسباب رو دنبال کرد. این شرطی است که خدا برای دادن شفا قرار داده. البته در اینجا، در جاب القا و جاب السا اینجوری نیست، در بهشت اینجوری نیست. در بهشت شما اشتها الولد وجده، حواس فرزند میکنی بچه میبینی جلوت، فرزند خودت، سبب ازدواج و حمل و درد و اینا رو نداره.
پس ببینید ما یک قدری بازتر نگاه کنیم به جریان. ما بالاخره از خدا میخواییم توشمانو بگیریم و رغبتمون هم خداست. و یا غایت عمل العارفین، اونایی که آشنان میدونن هیچ کس هیچ کارند، همه هیچ کارند، همه هیچ کارند، یعنی سبب هم نمیتونه کاری بکنه. سبب هست، دوا هست، ولی خدا شفا رو میده. سبب هست، معلم هست، بیانگر هست، ولی خدا علمو میده. سبب هست، همجنسمه، مثلمه، ولی خدا انسو میده، انیس خداست. بالاخره غایت عمل یک آشنای به رب اینه که فقط خداست، نورها توسط خدا داده میشه. باز اینجا یه دو دقیقه اضافه کنم، چون یه شبهه‌ای همیشه پیش میاد که چرا دشمنان خدا از این نورها برخوردارن، نور انس، نور شفا، نور عقل، نور علم و هر چی نور هست که حالا گاهی مثلا تو آسمان ها قدم بذاریم 70,000 نور خدا آفریده. این مقدارش اینجا به ما رسیده. چرا خدا به دشمنانش این نورها رو داده؟ برنامه خدا اینه. مثلا اینکه نصرت میده، غالبیت میده، اینا همش معدنش خداست، عزت میده به دشمنانش. امام موسی بن جعفر جمله فرمودن به نوره و عظمته عاده الجاهلون. این نور نور خداست، اذان خداست، این علم مال خداست، خدا هم به اینا داده. یه شعر قشنگی هست، میگه تو را تیشه دادم که هیزم کنی، ندادم که دیوار مسجد کنی. خدا این نور رو به اینا میده که اینها شکرگزار باشن، اصلاحگر بشن، رغبت کنن به عطای الهی. شیرین نور چیز شیرینی، علم خیلی شیرینه، شکرگزار بشن، حالا دیگه اینا دیوار مسجد میکنن. شقی همینه دیگه، شقی نمیتونه کرنش کنه برای خدا. پس 3-4 دقیقه هم تموم شد. ما این علم توحید رو نباید از دست بدیم در هیچ جا. پس این سنت های الهی که شما گفتید، قوانین طبیعی، ما بایستی رجوع کنیم بهش، از جمله اسبابی که خدا گذاشته. گاهی خدا تبارک و تعالی نمیخواد شما سبب رو رعایت کنید، نمیخواد. کجا؟ در آیه قرآن داره که این یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 2000. شما در جنگ برای پیروزی نیاز داری مقابل 1000 نفر چند نفر بیاری؟ خب میگی پایا پای باشه 1000 1000. اونا سلاح دارن، ما هم 1000 تا سلاح باید داشته باشیم. اونا اسب دارن، ما هم اسب باید داشته باشیم. اما خدا فرموده این که 20 تای شما مقابل 2000 تا. من این سبب رو نمیخوام شما رعایت کنید. تکلیف واجبه. یا عجیبتر از این، در قصه ابراهیم خلیل الرحمن گفت توی ابراهیم مقابل نمرود. نمرود کسی است که کل دنیا رو داشت، فیل داشت، لشکر داشت، آرش نظامی داشت. یه ابراهیم، اونم نوجوان، 15 سالشون بود. ابراهیم برو به جنگ، از طرف من فقط تو. یک ماه هم فرصت گرفت نمرود ها برای لشکر کشی. دید خدا هیچ لشکر کشی آماده نکرد، هیچی، فقط یه ابراهیم، نه شمشیر، نه سلاح، نه اسب، نه فیل، هیچی. برو به جنگ نمرود. خب چجوریه؟ بعدن گفت خدا فرمود الان خفف الله عنكم، مقابل هر 20 تا 200 نفر. ولی باز عجیبه، یعنی 20 نفر مقابل 200 نفر، یعنی 1 به 10. باز جهاد واجب میشه. عجیب تر از این، رسول الله لا تکلف الا نفسك، تصریح آقای رسول، شما از طرف من تک نفر برو به جنگ مقابل عرب، قریش، مشرکین به خون پیغمبر تشنه. آقا اهل مدینه نیومدن، نیومدن، تو تنها برو بدر. اصلا خود بدر جنگ عجیبی نبود؟ 2 تا اسب، 10 تا سلاح، 313 نفر، بقیه یا سنگ، چوب، اینا چیه دیگه؟ اونا مسلحن. پس ما یه قدری این سبب رو سبب بدونیم و مسبب رو مسبب، جایگاه خدا رو حذف نکنیم. مخصوصا ما موحدین، ما که خدا رو پرستش میکنیم و چشم آقا، چشم مولا، هی چشم چشم میگیم، خب ببینیم دستورش چیه. لذا میخوام رنگ این سبب بودن رو یه قدری کم رنگ کنم،
در دید شما. این که ما طبیب میریم، ما دوا میخوریم، ما مریض بشیم، چون خدا دستور داده. گاهی هم میگه نرید، گاهی هم میگه نرید. کجا؟ میخوام بگم این قصه ترک اسباب در قرآن و حدیث مطرح شده. ترک سبب، حالا من جهاد رو مطرح کردم یک نمونش. نمونه دیگر امام موسی بن جعفر سلام الله علیه مریض بودن، دکتر اومد گفت ها محتاج ما شدی، محتاج ما شدی. آقا گفتن دست نگه دار، یعنی منت فروخت، علم فروشی کرد. ببین شما که دعای ارتباط با آسمان دارید الان به ما محتاجی. آقا گفتن دست نگه دار، رو کردن به دیوار، گفتن انت امرضتنی و انت شفایی، تو مرا مریض کردی و تو شفایی. این داره منت میفروشه. ما رجوع کردیم به طبیب سبب باشه، نه خدا باشه، چون تو دستور دادی بریم پیش طبیب، چشم. اما کار به جایی رسیده که دین شما رو مسخره کرده، دین خدا رو مسخره کرده. فورا خدا شفا رو به امام حسین جعفر داد با چند کلمه بدون دوا. در آیه هست و اذا مرضت مرضت تو فهو یشفین. یشفین، این ببینید شفا مال خداست، خدا شفا میده. این شرط رو آیا فرموده رعایت کنی رعایت نکن؟ ببینید یوشع به موسی گفت که به ما امرک ربک، خدا به تو چی دستور داده؟ گفت ان اجوز البحر. خب مگه میشه بدون کشتی و سبب چوب بر آب حرکت کرد؟ نمیشه. یعنی الان در عالم اسباب ما میگیم نمیشه. بعد خدمت عرضه که انا لمدرکون، فرعون از پشت سر. خب الان همه رو قتل عام میکنه، فرعونه. بله. ما هم که سلاح نداریم، جوش زن و بچه بنی اسرائیلی عبد بودن تا دیروز، برده بودن. گفت ان اجوز البحر، گفته از دریا بگذرم، چون فرعون روزای آخر عمرش پایتختش عوض کرد، رفت کنار دریا، خدمت دریای سرخ. از یعنی گرفتاری با موسی این حرکت رو انجام داد، چون موسی دیوانش کرده بود سلام الله علیه، نمیتونست کارش بکنه. حالا بگذار، آقا یوشع بن نون به اسبش زد، دستور خداست از آب رد شیم، بریم از آب رد شیم. رفت تو دل دریا، پای اسبش خیس نشد. اینا چرا وصی میشن؟ اینا به قول امام صادق ما عمل داریم، ما ادعا داریم. اونا که بزرگ میشن چون پشتوانه ادعا عمل دارند. میره تو آب چون موسی گفته، تسلیم داره میره تو آب. و همینطور عیسی ابن مریم که حتی صادق فرمودن بابا عیسی، یه کسی گفت عیسی چی؟ عیسی چی داره؟ آقا گفتن عیسی چی داره؟ گفتن عیسی رو آب را میره. خب بله خیلی خوبه، اگر یقینش بیشتر بود رو هوا را میرفت. بله، اگر به خدا اعتماد داشت بیش از آن که اعتماد داشت رو هوا را میرفت. بعضی انصار اون زمان اینجوری ها، اینا شبی که آقا قیام میکنن رو هوا ملحق میشن به حضرت، بعضی ها با طیال ارض ملحق میشن، از زمین جدا نمیشن. ولی خب زمین زیر پاشون، بالاخره با سرعت طیال ارض بهش میگن. برگردم به مسئله گرفتاری ما. حالا اون چه که خدا از ما میخواد تربیت شده این مکتب و مدرسه باشیم، توکل درجه 10. من میگم که شفا رو از در غیب در مساجد پیدا کنید. بابا شهود میگه، چشممون میگه، ما اگه جمع بشیم خطر بابا بیشتره. آقا عجیب اینه که خطره بابا در مساجد از بازارها خیلی کمتره، از اجتماعات دیگه، از عروسی ها خیلی کمتره. چرا؟ چون خدا وعده داده الان خفف الله عنکم، من شما مؤمنین رو که پایبند حرکات ایمانی هستید، یکی از حرکات ایمانی مسجد رفتنه، زیارت رفتنه، من سبک کردم بر شما.
یعنی امتحانتون رو سبک کردم، گرفتار نمیشید اونجا، کمتر گرفتار میشید. حالا ریشه یابی کنیم اونایی که گرفتار میشن کیان. یک اونایی هستن که راجع به وبا پناه نیوردن به خدا، چون که خدا، من روایاتش رو جمع کردم، حالا قدری از دعای کمیل و از دعای یستشیر که هم پیش پا افتاده است، میخونیم شبای جمعه. خدا امام با خدا نیایش میکنه، میگه یا مأوا کل شرید، مگه شما فرار نمیخوای بکنی از وبا؟ اونی که پناهت میده خداست. المشی الی المساجد، یه روایت قشنگی اینجا نوشتم، و المساجد بیوت الله فمن سعا الیها فقد سعا الالله، این خانه خداست. اگه سعی کنی به خانه خدا، به خود خدا شما رفتی، که با زیارتگاه ها رو همچین جایگاهی میدونیم براش. ما مهمان خدا هستیم در حرم امام رضا. الهی قد تکرر وقوفی لضیافتک. باز تیتوار من این چند فقره رو بگم. یا کاشف الکروبات، خدا کاشف کروبات، یا دافع عن نقم، یا شافی از سقم. ما خدا رو اینجوری میشناسیم، خدا رو شفا دهنده میشناسیم. و جمله عجیب، و جارک عزیز، اونی که به تو پناه بیاره عزت گیرش میاد، نه ذلت، نه خاری. حالا به چی پناه میاری به خدا؟ یکی از فقر به خدا پناه میاره، خب پولدار میشه. یکی از مرض پناه میاره، شفا میگیره. یکی قبل از مرض به خدا پناه میاره، خب مرض نمیگیرتش. این خدا، این خدا با ما فرق میکنه. یا یه عبارت دیگه داشت، همون دعای استشیر، و انت جار و من لاذ بک و تضرع الیک، یه شرطی اضافه میکنه که هم به خدا پناه برده هم زاری کرده. زاری که تضرع یعنی زاری، زاری کرده. پس کسانی که پناه میارن اینا در امان خدا هستن، اینا گرفتار نمیشن. اونی که پناه نمیاره سبک میگیره. الان خفف الله عنکم. اونی که متوجه خدا در این جریان نیست، داره مسجدشو میره، میگه شما رو سبک میگیرم براتون. و کسای دیگه هم هستن که گرفتار میشن جز صالحین، مثل حضرت ائمه علیه السلام، سید الشهدا و انصار این سید الشهدا، یا حضرت امیر، یا انصار حضرت مهدی. الان یستلمهم البلیه، اینا گرفتار جنگ ها خواهند شد. ببخشید، شخصی پزشک از کشورهای اروپایی، البته مسلمان و شیعه، در ایام زیارتی اربعین، این صحبت مال چندین سال پیش، شد اوائلی که راه کربلا باز شده بود، اومده بود زیارت. خب جمعیت پیاده روی، مردم شلوغی تو کربلا، اون قبلنا هم هنوز خیلی پیشرفتی نشده بوده، مردمی که کنار خیابون میشستن چای میفروختن، یه کاسه میذاشتن، استکانایی که چای میفروختن اون استکانا رو تو اون کاسه آب همونجا میچرخوندن و بعدش هم دوباره چای میریختن به یک نفر دیگه میدادن. اون شخص میگه خب چرا اینها این مثلا اینقدر آلوده است، باکتری داره یا مریضی میاره؟ اون آب رو بر میداره برای اینکه بگه چقدر مریضی داره این آب، بر میداره میبره توی هتل، با خودش این آب رو آزمایش میکنه. یک بار، دو بار، سه بار آزمایش میکنه، میبینه این آب هیچ باکتری یا هر گونه آلودگی نداره. این آب، آبی که حالا شاید ده ها استکان توش رفته شسته شده. اون آب رو با خودش بر میداره، از عراق که خارج میشه به کشور خودش که میرسه، دوباره اونجا آب رو آزمایش میکنه، میبینه 79 میکروب در این آب وجود داشته. ولی به معجزه امام حسین، اون کسی که در سرزمین کربلا این چای رو میخوره، این استکانی که توی این آب 79 میکروب شسته شده، هیچ اثری بهش نمیکرده. میکروب بوده اما در کربلا خودش نشون نمیداده، هیچ تأثیری هم نداشته خارج از کربلا. ما عاشقین امام حسین، طمعمون خیلی بالاتر از این حرف هست. ما طمعمون که روز قیامت که میشه، با تمام شقاوتی که دامنگیرمونه، مرض، کری، کوری، وقتی میخواییم وارد بهشت بشیم،
یک بخشی از آب کوثر سمت راست است و چپ است، وجود داره، جاریه. این آبی که سمت راسته واردش که بشیم تمام اسقام از ما برطرف میشه. آبی که سمت چپه واردش میشیم قد و قامت و قیافه، هیبت آدم، خلق محمد، اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم، زیبایی یوسف، یه چهره در خور بهشت پیدا میکنه. این کوثر چیه؟ کوثر از لعل لبت، اونی که شما تو بهشت میبینی. این روایت طینت خیلی اینجوری داره که این بهشت را که شما بهشت میدانید، این از فاضل طینت سید الشهدا سلام الله علیه سرشته شده. شما در رفتن به مسیر اصل بهشت سید الشهدا امام حسین سلام الله علیه، میخوای بگی باکتریا شقاوت ها زدوده میشه، میگم شقی بره سعید میشه، خود شقی بره پا بذاره توی این مسیر سعید میشه، در خور اون مقام میشی. بهشت را بهشتم، بهشت من رضا بود، رضا که از کلام او بهشت منجلی بود. یه وقتی تو اسرار خلقت انسان وارد بشه، بهشت چجوری خلق شد؟ نظر نظره. هم تو حدیث ابن مسعود هم هست این مطلب، از نگاه حسین علیه السلام. اجماع هم طائفه سنی هم طائفه شیعه، حدیث ابن مسعود خیلی عجیبه، حور العین از رخسار سید الشهدا آفریده شد، بهش از رخسار سید الشهدا آفریده شد، از عنایت ایشون. و بحث رو باز فضای براش بذاریم که من این گرفتاری های اولیا و انبیا رو هم بتونم یه قدری تبیین کنم که چرا شیعیان یا امامان شیعه بالاخره شقاوت ها دامنگیر اینها میشه، که دغدغه نمونه برای زیارت رفتن برای عاشقین. خیلی ممنون. اللهم اهدنا به هدایت الحسین علیه السلام. ممنون از لطف شما که بیننده برنامه راه نجات هستید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.